نخست جشن میلیسه برای شما هم که سابقه دار این ساحه هستید مبارک باشد. و تشکر. اصلا میلیسه تاجیک همین جشن خود رو در شرایط تجلیل میکند که یک جنگ رو یک نارومی رو پشت سر کرد و در این سالهای بعدی هم با چالش های زیاده روبرو شد. شما که سابقه دار این ساحه هستید، حالا چی بها میدید به فعالیت میلیسه های این روز؟ رهبریت وزارت کارهای داخلی با سرور دولت پیشنهاد کردند به حکومت جمهوری تاجیکستان و آنها میخواهند که این ساختار را یک تکمیل بدهند، یک دیگرگونی، یک تحولات به وجود بیارند. اینم قابل قبول است، اینم قابل قبول است، زیرا که آن ساختاری که وجود داشت این میراث همون دوره شوروی هست و ما صفر باید که یک ساختار میلیتیایی داشته باشیم که جوابگوی تمام آن عامل و رکنهای دولتداری امروزه ملی ما باشد. تشکر. اما با وجود همه این پیشرفت و شرایط هایی که شما هم یادآور شده در این ساحه، بازم رسانه ها و مردم وقتی صحبت میکنی از مورد های مثلا آزار و شکنجه شدن از سوی میلیسه ها یادآور میشوند و این را هم میگویند که در چهره میلیسه هنوز هم یک حامی حقوق را نمیبینند و بعضن هراس هم دارند. امروز در صفای میلیسیا بعضی نفرهای هم وارد گشتند که به نام این مقامات داغ میارند، اسناد میارند و من تا جای خبر دارم رهبریت وزارت کارهای داخلی و خدمت بخطری داخلی این وزارت پیوسته در این سمت کارهای معین کردن چنین شخصان را میگذرانند، اونا را آشکار میکنند، با جوابگری انتظامی، با جوابگری جنایتی حتی میکشند. لیکن با وجود این چنین شخصان حالا هم در صف مقامات امور کارهای داخله موجود هستند. باید ما آشکار بگوییم که البته ما خواهیم نخواهیم که تاثیر آن مرحله ای که ما گزارش داشتیم همچون دولت تازه استقلال، البته در اون وقت جنگ شهروندی من چکل که پیشتر قید کردم با ارگان های میلیتیا بسیار شخصان تصادف در آمدند، چی از گروه فرونت خلقی میگن، چی از دیگر رو. و بعد باز من قید کردم که بعد یک زمان همون اتستاتیو گذارنده شد و از این نفر رو ساختارهای میلیتیا تازه کرده شدند. به نظر شما باید چیکار کرد که دوباره همین اعتماد بگیرد؟ مهم است که کارمندان میلیتیا نزدیکتر به خلق شوند.